علی جان دیگه زمان این حرفا گذشته. هر کم ناراحت میشه بشه ها، بعد میگن تنده. خب اگه این حرفا تنده، خب یه ذره آب یخ بخور تندیش میره. مرداد چی فکر کنی درباره آهنگایی که بعد از تو ساخته شد؟ اینا رو من نباید علی جان، اینا رو من نباید راجبش نظر بدم. بجز آخه علی جان ببین، همه اومدن گفتن اینشون باید با بزرگان کار، الان با بزرگان، با اینایی که الان دارن باش کار میکنن که دو سال هم نیست تو این بیزینسن که دو سال هم نیست تو کارنامه‌شون، چهار تا کار موفق نیست. چطور حمله کردیم به مهردادی که چله نیست؟ آخه حال میکردن با ترانه ها، حمله هم میکردن. مردم نه، مردم نه، مردم با من همیشه مهربون بودن. همین مردم منو نگه داشتن. مردم همه میدونن من چه کار کردم. ولی مگه میشه شما بگذری از شب سپید؟ چجوری میخوای بگذری ازش؟ با تیغ نمیتونی پاکش کنی علی جان، تلاش هم بکنی نمیتونی. چرا نمیخونه اینا رو صحنه؟ اجازه نداره. قرارمون اینه، قرار داریم با هم، اصلا نمیتونه بخونه. قرار تو چیه؟ نخون کارای منو. نه همینه قرار. چرا؟ دوست ندارم. نه شهریار راضیه، مطمئن باش، نه من راضیم. ایشون هم محبت میکنه، لطف میکنه، نمیخونه. اونا برای تاریخ موسیقی، برای کارنامه ما ثبت شده. میدونی من کی بردم؟ میدونی شهریار قنبری کی برد؟ وقتی نوستالژی ثبت شد. خود به خود میذارم بغل آخرین خبر مردم. دو تا ترانه است دیگه. آیا اون کسانی که شما انتظار داشتیم با ایشون کار کنن انتظارات شما رو برآورده کردند؟ کردند؟ کمکم کن. نه. ها؟ نه. به نظر شما آهنگایی که با من کار کرد بهتر بود یا آهنگایی که تازه کار میکنه؟ امروز آهنگایی که با تو کار کرد. امروز. بله. میدونی چرا؟ چون تازه ره. خب باید بقیه هم کار میکردن تا معلوم میشد دیگه. عزیزم تا بقیه کار نکردن که معلوم نشد که. حالا که بقیه کار کردن دیدم خدا پدر دلکوک رو بیامرز. عشق یعنی همه چیز، نجات هم بده. دلکوکی نبودم من، ولی عشق یعنی همه چیز و آهنگای اصلا دلکوک که علی جان یکی از تمام خانه ترانه، تمام ایران، تمام ترانه شناسا. نه من واسه من خود تلخ بود، دلیل چیزی نداشتش. نمیدونم ولی اون ترانه، اون ترانه اتفاقا رو اون ترانه‌ای بود که زویا زاکاریان نوشته بود. زویا زاکاریان نوشته بود و بعد شهریار نمیدون ملودی خوب بودش. چله نشین هم ببخشید، چله نشین هم شعر زویا بود. گریه کنم یا نکنم روش بود. این میگه چله نشین تو شدم، گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم. این بود بعد شد چله نشین تو شدم. دوست داشتم اما یه چیزی گفتی که زویا زاکاریان شما رو با بله خانم گوش آشنا کرد. بله بله. و شما هم رفیق پهلوان، نوکر پهلوان روز روز نیستید اصلا. ما میگیم رفیق، نه نوکر. من نه خب اصلا این اصطلاح اینه، نوکر پهلوان روز. زویا زاکاریان با گوگوش رفت و مشکل. بله. با هم دعواشون شد. بله. شما رفیق کی شدی؟ من هنوز که هنوزه زویا رو خیلی دوست دارم، هم ترانه هاشو دوست دارم، هم کارش رو دوست دارم، احترام زیادی هم براش قائلم. ایشون یک اشتباهی کرد که اصلا دارم نمیخواد در موردش حرف بزنم،
چون زویا رو دوست دارم نمیخوام در موردش حرف بزنم، برای اینکه من از زویا انتظار باشه. من انتظار دیگه ای از زویا داشتم. انتظار من از زویا اینی نبود که دیدم، و فکر میکنم که باید این مسائل رو فراموش کنم در مورد زویا. باید فراموش کنم. فقط یه تندیشون با همسر من کرد پای تلفن، این قسمت کوچیکشه. اصلا همسر من گوشی تلفن رو برداشته. به این چه ربطی داره این مسئله؟ داد بیداد. گفتم شما اجازه نداری با همسر من اینجوری صحبت کنی. مثلا کاری به این کارا نداره. اما فقط مشکل این نبود، چون زویا ماهک برای من نوشته، برای بچه من ماهک نوشته، من دستشو میبوسم، با احساسش برای بچه من نوشته. من چه؟ گوش به من، با من حساب داشته این کارای من بوده و همه مسائل و حساب چی داشته؟ من نمیدونم چه حساب. اینا رو شما در مورد مسئله خانم زاکاریان و خانم گوش از من نباید سوال کنی، چون من اصلا نمیدونم داستان اینا. دفاع کردی از گوگوش؟ اصلا چه دفاعی کردم؟ هیچ وقت یعنی هیچ وقت رفتی به حمایت زویا؟ حمایتی لازم نداشت زویا. زویا سر یک واگذاری باش کمپانی کلتکس درگیر شد. بله. ما چیکارش میتونستم بکنم؟ یه واگذاری جدیدشون اختراع کردن و نوشتن. خب کمپانی کلتکس هم 250,000 دلار پول آلبوم داده بود. 250,000 دلار به اضافه 150,000 دلار برای ویدیوها، 400,000 دلار. و چیکار کردم؟ آلبوم من رفتم تهیه کردم، آلبوم من دادم به کمپانی کلتکس. چیکار باید میکردم؟ واگذاری میخواست. من چجوری میتونستم پشت زویا بایستم؟ دلم میخواست و نمیتونستم، کاری از من بر نمیمد. آخه واگذاری هایی که برای آلبوم جادوی عشق برای من داده بود با واگذاری هایی که برای آخری خسته، دو تا چیز متفاوت بود. و کلتکس هم قبول نمی کرد اصلا. پولم داده بود، مرداد پاکروان نصف این پول داده بود و من متعهد تحویل آلبوم بودم. ببین یه مسئله، تو پرودیوسرش من بود. ولی یه مسئله است اینجا، ولی من با زویا هیچ اختلال، من هیچ وقت با زویا هیچ وقت ازش بپرسیم بگین کوچکترین بی احترامی از مرداد دیدی؟ نه. مرداد تا تلفن زد حتی تو بلند حرف بزنه. ولی تو حرف پیشینت صحبت از مسئله ایرج جنتی، اردلان و همه اینها کردی. بله. و حتی از ما هم خورده گرفتی. بله. امروز روز ایرج جنتی ها یا اردلان ها با روزگار امروز حسشون اینه، و زویا ها که قیمت اگر قرار یک آلبومی 250,000 دلار فروخته بشه، حق اینها بابت یک شعر یا یک ترانه 5,000 دلار یا 10,000 دلار نیست. چه حس بدی نیست، حس خیلی خوبیه، ولی بعد از اول اینو مطرح میکردن. شما نمیتونی بیای من میگم آقای علی آقا بنده خب این ساعت شما واگذاری، میگه من این رو میدم ولی اینا رو نمیتونم بدم. من الان اینا نه 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 عزیزم، ببین ما اینجا برای واگذار کردن ترانه قانون که نداریم، عرف داریم. یعنی هیچ چیزی وجود نداره برای واگذاری. می بگیم این ما این رو قانونی کردیم و مثلا بردیم توی دادگستری و ثبت کردیم و این به این شکل طرح جدید مثلا واگذاری ترانه است. ما چیزی که نداریم، که هر چیزی که عرف بوده از گذشته همون اجرا کردیم. ها؟ خب وقتی شما قرار میذاری با یه خواننده میگی من این کارا رو بهت میدم که بری توی آلبوم بفروشی، و توی آلبوم نمیتونی بنویسی که حق پخش از تلویزیون و رادیو رو نداری که. میگی میتونی بنویسی؟ نه. و همین نوشته بود. همین بود. ولی ازش بپرسی، من تا به حال کوچکترین بی احترامی بهش کردم؟ تا حالا بلند باش حرف زدم؟ هیچی، ترانه ها رو در آورد عوض کرد. دو تاشو که تو دادگاه رفت گرفت، با توسط دادگاه رفت گرفت حقوق واگذاری ها رو، و اونا رو دادگاه داد و بقیه رو هم عوض کرد دیگه. یعنی شهیار قنبری که من
خیلی زحمت کشیدم تا شهریار رو راضی کنم. اصلا نمی اومد. شهریار آزرده دل بود، احساسی. و گوگوش آزرده دل احساسی جان؟ گوگوش هم ناراحت بود از شهریار. سخت بود، ولی به جز شهریار راهی نبود. هیچ راهی به جز شهریار نبود، چون ایرج که اصلا قبول نکرد. ایرج جنتی عطایی رو من دعوت کردم منزلم، گفت تو دختر منی، عزیز منی، دوستت دارم، ولی من با تو مشکل سیاسی دارم و نمیتونم باهات کار کنم. عزیز منی، دختر منی. اما شهریار مشکلش احساسی بود و من خیلی تلاش کردم، ساعتها با شهریار حرف زدم تا راضیش کردم که بیاد و کار بکنه. و اگه شهریار نبود اصلا مطمئن با شکست ما قطعی بود. دلخوری شهریار چرا بود؟ چرا شهریار دلخوری؟ حق داشت دلخور باشه شهریار. گوگوش چی؟ نه من از گذشته چیزی نمیدونم، من اونها رو نمیدونم، من بعدش رو میگم حق داشت. آره ولی گوگوش دلخوریش سر آلبومی بودش که وقتی گوگوش در ایران بود شهریار درست میکرد. اونها رو اصلا من اطلاع ندارم، صادقانه میگم هیچ اطلاعی ندارم. نه چون گوگوش از اون دلخور بود. نه اصلا راجع به این مسائل حرف نمیزد، یعنی حرف نزد بود با من، دلخوری مطرح نمیکرد. اما راضی کردن شهریار برای آوردن توی این تیم کار سختی بود. اگه شهریار نمی اومد، زویا هم که نبود، زویا رو ما از دست داده بودیم، ایرج هم که نمی اومد، یعنی اصلا تموم بود، شکست می خوردیم. ببین علی جان، این خواننده ها، این سه تا خواننده که شما اسم بردین، مردم اینا رو با این ترانه ها دوست داشتن، با این ترانه ها انتخاب کردن، انتظار این گونه ترانه ها رو از اینا دارن. هر چیزی کمتر از این هضمش سخته براشون. آینده مشخص میکنه، الان مشخص نمیشه. علی جان بچه های ایران، جوان ها خیلی با استعدادن، خیلی خوب مینویسن، ولی اینا نیاز به تجربه دارن. اینا باید با آهنگسازهای خوب کار بکنن که ریتم موسیقایی ترانه رو خوب بشناسن، بدونن ا او ا رو کجا باید استفاده بکنن. ایرج جنتی میتونه چجوری کجا ا او اضافه نذاره که خواننده بتونه درست بخونه. اینا تو تجربه به دست اومده، اینا فسفر مغز سوزونده. خب اگه شهریار نمیومد چیکار می‌خواستیم بکنیم؟ شهریار رو راضی کردم و انصافا ترانه های بی‌نظیری داد. اتاق من، شب سپید، آخرین خبر، نسل ما و یه آلبوم درخشان با خود من، عکس فوری. شهریار حضورش بی نظیر بود، ولی دلشکسته باز رفت. بازم دلشکسته رفت. چرا؟ خب دلشکسته شد، حق داشت شهریار، حق داشت. ببین در مورد شهریار حق بود. من داستان گوگوش و زویا نمیدونم چی، اصلا نمیدونم اینا چرا دعوا کردن. به جان بچه هام، به جان مادرم هنوز نمیدونم، چون بیمار بود، یه بیماری سخت گرفته بود و تو خونه من بود، خوابیده بود تو خونه و با زویا حرف میزد. من نمیدونم چی شد. من هرگز به زویا گل بالاتر نگفتم. راجع به هر چیزی هم که گفت حتی من بروشم تا الان نیوردم. اما شهریار حق داشت. شهریار کلید این جرقه، این اختلاف از بعد از آلبوم منیفست، مصاحبه‌ای که تو تلویزیون جام جم با شهریار قنبری نشستیم، ناگهانشون گفت طرفدارای من میگن ترانه های شما سخت و نمیفهمن. ایشون هم برگشت گفت شما نماینده مردم نفهمی. تموم شد دیگه، تموم شد قصه. و هر چی که من درست کرده بودم زدن خراب کرد. و شهریار به من گفت دیدی به تو گفتم. بعد از این همه ترانه های درخشان ناگهان ایشون منظوری نداشت،
من میدونم منظوری نداشت، ولی حرف بدی زد و شهریار رو انگار آب سرد ریختن رو سر شهریاری که با انرژی و با عشق اومده بود. متنایی که می نوشت، صحنه ما غزل پوش، صدای گوگوش، یعنی متنای زیبایی می نوشت، یعنی چیزایی می نوشت که واقعا شما اینها رو از دست دادین تو کنسرتاتون که من دوست داشتم تو باشی. ای کاش بودی و من به این زودی ها خسته نمی شدم. البته در شهر به من پیشنهاداتی شد از طرف وکیل خانم گوگوش کاش... من گفتن که اگر شما از در تپش همکاری نداشتی یا اگر شریکت رو رها می‌کردی میتونستی بیای و با خانم گوش کنی. ازش تشکر کرد. نه نه من فکر می‌کنم ایشون از خودش این صحبت‌ها رو کرده. نه ایشون همجوری حرفی زده. ما یه زمانی با هم دیگه کار کردی و شما زحمت زیادی کشیدی و زحمتایی که شما کشیدید برای گوگوش، من فکر کنم کسی دیگه این نمیتونست غیر از شما در اون برهه از زمان برای گوگوش کاری بکنه. و هنوزش هم که داریم نگاه میکنیم، حتی کنسرتی که الان داره برگزار میشه از ایشون، و من در یک کنسرت نوکیای آخر ایشون شرکت کرده بودم، باز هم مشخص بود که صحنه یا فضایی که بودش، فضایی بودش که شاید خواننده خودش راضی باشه، ولی اگر شما بودید مطمئناً به این شکل و فرم نمیشد، اتفاق نمیافتاد. خیلی ممنون علی جان. به هر جهت من یه چیزی رو بگم، شما سطح دستمزد ایشون رو در یک جایی نگه داشتین، من این سطح دستمزد رو رسوندم به یک شب 500 هزار دلار. بله. نه؟ در دبی. بله. و امروز خودشون مقایسه کنن که چی شد. یعنی اگر کسی عمدن هم میخواست این کار رو بکنه نمیتونست بکنه. یعنی شما دشمن لازم نداری. وقتی گفتم نمیتونی مراقب خودت باشی، مراقب گوگوش باشی، چون فاقه آتشین با گوگوش جداست. فاقه آتشین یه کسی دیگه ایه، گوگوش یه کسی دیگه ایه. وقتی گفتم نمیتونی مراقب خودت باشی، حالا به حرف من برس. کاری که شما کردی، کاری کردی که سنحوزه 50,000 دلار برابر با آقای ابی بگیری بخونی، و این کاری بوده که شما با خودت کردی. برنامه هامبورگ شریکی و دمدری قبول کن، اینا رو برات کردن و شما متوجه نشدی اطرافیانت باهات چه میکنن. ولی علیرضا امیرقاسمی بود این کار رو با تو نمیکرد، نمیذاش به اینجا برسه که بگه 85,000 دلار مال من، دستمزد برابر میخواد. یه شلخته ای که اصلا معلوم نیست کجا اومده راجع بگه بوت ایران. حالا جالب اینه که از بچه‌ای که از ایران میان باج میخواد، میان دبی ببینن، برام طلا بیارین، اینو بیارین، اونو اصلا نمیدونه چه داستانی رو انداخته که بذارن ببینینش. حالا اون دیداره مثلا یکی دو بارم دیده ها، حالا مثلا اون دیداره سر چی بوده؟ اونم به خاطر من بوده. فکر نکنین خودش خواسته، نه، میخواست بگه من میخواستم شما رو ببینم، این نمیذاشت. متوجه چی میگم؟ همین باعث شد که هر رو بره پایین تر. واقعا تو میخواست اینا رو ببینی من نمیذاشتم؟ واقعا یه هم چیزیه؟ ولی تو اینا رو دیدی، همون 20 بچه‌ای که شما میدونین کیاره میگم، اینا رو دیدی که بگی من میخواستم عزیزانم، فرزندانم، این نمیذاشت. و این دروغه، این فریبه. فریب بهت مجال میده تسلیم بشی. وقتی تسلیم شدی گردنتو میزنم علی جان، فقط باید مقاومت کنی، فریب نخوری. با این گوگوش کار میکنی؟ نه، هرگز. چرا؟ تموم شده برای من این ماجرا، هرگز. اما رفاقت باهاش میکنم، دوست داشتنیه، رفیقش هستم، کاری از دستم بر بیاد براش انجام میدم.
اینایی هم که میگم خودش میدونه دارم بهش گرا میدم. به نفعشو دارم میگم. دارم بهش میگم کیارا دورت پاک کن. وقتی دوتایی میشینن شهرام شهرابی میشه، من ترس و وامه اینم چون میدونی من راست میگم، میشینن نقشو آره این کارو بکنیم، اینقدر مال تو اینقدر مال من، اینه دوکون وا کردن. کسی جرأت میکرد اون موقع این کارا رو بکنه؟ علی کسی جرأت میکرد در دوره تو؟ کسی جرأت میکرد زیرمیزی پول بگیره؟ مثلا چیز زیرمیزی وجود داشت، قراردادی بود باید انجام میشد. حالا شما اگه این قرارداد رو میتونستی 200,000 دلار بفروشی، نوش جونت فروختی دیگه. این اسمش زیرمیزی نیست، اینکه این قراردادی رو خریدی بیشتر فروختی، شاید کمتر هم بفروشی. ولی زیرمیزی ها چه خبره؟ ما میرن از این ور اون ور پول میگیرن علی جان، به اسم ایشون 20 تا 30 تا پول میگیرن، در مراسم خصوصی یواشکی ازش فیلم میگیرن، مدرک درست میکنن. اصلا شو unbelievable. علی جان فیلم 30 تا کنسرت با ایشون پیش منه. من میتونستم از این در این سال از اینا استفاده کنم یا نه؟ حرمت نگه داشتم. من همکارت بودم که این کارو نکردم. اگه دست اینا بود میدونی چه کار میکردن؟ الان تو فروشگاهی دبی داشتن میفروختن. من حرمت نگه داشتم. من همکار جنس خودت بودم. ولی اینایی که دور خودت جمع کردی، اینایی که یه روزی چمدونتو میکشیدن برات کادو میخریدن، امروز ازت مدرک جمع میکنن، یواشکی فیلم میگیرن ازت، فیلمای بد میگیرن ازت، اینا رو میخوای چه کار کنی؟ همین خانومی که دارم به شما میگم، برین از طرفداران ایشون که نزدیک میشن بهشون بپرسین چه کار میکنه با بچهای مردم. اصلا یه چیز عجیب غریب. وقت شما کسی که مشاورش یه همچین چیزی باشه چه انتظاری داری؟ انتظار پیشرفت داری؟ 100% پیشرفتی نخواهد بود. من همکارانم رو دوست دارم، همه شون هم دوست دارم. در مورد ایشون من زحمت کشیدم، خیلی هم زحمت کشیدم، نه گذاشتم کنارش دزدی بشه، نه خودم دزدی کردم، نه بابت زحمت هم از ایشون پولی گرفتم. یعنی همه اونایی که میگن مهرداد خورد، بی خود این حرفا بی خوده. اگه بود ایشون میگفت، بگه، اگه هست بگه، بگه من با هم حرف بزنیم. اگه بود میگفت، نه بود، من کاری باش نکردم. در حضور مهدی زوکایی گفت در بهترین شرایط زندگیم که امنیت دارم از بابت مالی با مهرداده. چرا با تو دو صدای خون؟ جان؟ چرا با تو دو صدای خون؟ برای اینکه ترانه آخرین خبر رو شهریار برای آلبوم من نوشته بود. ولی یعنی برای قرار بود تو عکس فوری آخرین خبر، اما وقتی من آهنگو ساختم پیشنهاد طرفین بود. برای من حتما پر از هیجانه که با یه همچین خواننده بزرگی بخونم. چند تا آهنگ خوندی؟ نه سه تا. یکی خلیج فارسی یعنی وطن، یعنی شناسنامه من، یکی نسل ما، یکی چرا؟ آخری خبر. خب خوندیم، کنسرت ما هم اجرا میکردیم. شما همین الان مگه نمیبینی با هم میخونن کنسرت اجرا میکنن؟ بعد چیکار میکنی پس؟ برای پروموشن خوب بود، برای آگهی خوب بود، دو نسل در کنار هم بود. امروز شما مراجعه کنین به اون ترانه ها، اشکال اون ترانه ها کجاست به من بگین، مقایسه کنین با ترانه‌ای که الان ضبط میکنن. خود شما میگی آره بابا اونا خیلی خوب بود. آره ولی خب آخه یعنی بهتر از تو خواننده‌ای نبودش که گوگوش باش بخونه؟ اینه دیگه، چرا از من میپرسی؟ چرا که نبود؟ خب معلوم بود خواست من خواننده بهتر بود که باش بخونه. پس برای همین میتونه یه روابط عاشقانه باشه، یه روابط احساسی اصلاً باشه. اصلاً روابط صادقانه بود، روابط مردونه و معرفتی بود. پاش وایستادم کمکش میکردم. مجله تهران عکس چاپ کرد بچگی و گوگوش با بچگی و تو بغل هم دیگه. دیگه اونا رو تقصیر منه که مجله چی چاپ کرده. چرا از من میپرسی؟ تو نگفتی؟ به من چه مربوطه؟ عکس بچگی تو کجا بوده؟ عکس بچگی من همه دارن آقا عزیز من. عکس بچگی من که قبلا مجله تهران چاپ کرده بود با عکس خودم. همین تو آلبوم ها هست. هر کی هر چی چاپ کرده از من سوال، به من چه مربوطه؟
ببین اینا یه خود مقایسه بودش که میدونی چی میگم، این مقایسه ها طرفدارای اونو ناراحت میکرد. یعنی چی علی جان؟ طرفدارایی که اینترنتی رو میگی باز اشتباه نکن، باز اون 20 نفر میگی اتفاقاتی که تو میافتادی برابر و سر صدایی که بود دیگه. نه نه نه، طرفدارای اون کی بود؟ شماها ناراحت میشدین؟ نه بس فرقی خیلی خوب بقوله. مثلا تو خیابون آقای سهیل گوهل ناراحت میشد، اون چه ربطی داره؟ اون برای چه فرقی میکنه؟ کی ناراحت میشد؟ اون 20 نفر اینترنتی میدونی چرا؟ چون من میدونستم اینا فیکن، چون میدونستم دروغن، چون من به کسی باج نمیدم، به هیچ کس. ایشون میخواد ببینه بره خودش ببینه، به من چه مربوطه؟ بنده در هیچ کنسرتی نه از مردم جدا شدم، همیشه وایسادم عکسمو گرفتم. تو با کسی باج نمیدی منم. ولی گوگوش هم به کسی باج نمیده مگر اینکه شما فهم کنی گوگوش به من خونده، به من باج داده؟ نه نه، با خوندن کار نداره. نه 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 نه، شما باج... همین الانم بری ازش بپرسی، یک مصاحبه ایشون داره با خانم هما احسان. بله بله بله، ندیدی؟ خب برو ببین، یک مصاحبه داره با خانم احسان در مورد صدای من حرف میزنه. مهرداد بسیار بسیار هنر بسیطی داره. یعنی چه؟ یعنی توی محدوده کار من که موسیقی است، ترانه خوانی، ترانه خوانی است، اجراست، ضبط، تصویربرداری، تنظیم، مدیریت، اداره است، یعنی اداره یک فرمتی رو داشتن، به عهده داشتن، اینا همش جمع شده توی مهرداد آسمانی. هر آنچه بگم شاید هنوز کم گفت. هنرمندی است بسیار بسیار توانا در خیلی از زمینه‌های هنری که شاید هنوز بعضی از استعداداش و خلاقیت‌هاش رو کسی کشف نکرده باشه، اما من کشف کردم. چطور آقای ابی در مورد صدای من حرف زده قبوله، گوگوش بزنه قبول نیست؟ چرا چرا اینجوری فکر می‌کنین؟ چطور اون موقعی که من اومدم مثلا باج دادن به آقای ابی که راجع به من حرف زد؟ چی ممکنه سعید باج داده؟ عزیز من باج بده کار دیگه براش میکنه، چرا بیاد در مورد من حرف بزنه؟ نه اینکه این حرف زده نمیدونسته آینده چی میشه. اینش مهمه عزیزم. حالا میگه عجب گذشته عزیزم. نازنین چطور ایشون میگه خوبه؟ مگه خانم شهره با من نخونده؟ خونده، خب چه اشکال داشته؟ حالا مثلا اگه گوش با من بخونه اشکال داره؟ از من بهتر؟ خب معلومه که از من بهتر بود. شاید به نظر ایشون صلاح بر این بوده که ایشون با نسلی بخونه، همون جمله معروف هتل وین چی بود؟ من رو صحنه بگو رو صحنه 18 سالمه بگو چی؟ کمکم کن. من رو صحنه 18 سالمه با، در جواب آقای ابی چی گفت؟ که بیا با هم بخونیم. آها، با پیر مردا نمیخونم. چی گفت؟ دوباره بگو. من رو صحنه 18 سالمه با پیر مردا نمیخونم. جلوی کی گفت؟ تو هتل وین توی لاس وگاس. جلوی کی؟ آقای بوزرجمی و آقای ابی. بله. گفت آقای ابی میفرمایند نوبت ما کی میشه؟ گفت بهش بگو من رو صحنه 18 سالمه با پیر مردا نمیخونم. ولی خوند. خب حال دیگه لابد رو صحنه 80 سالشه، من چه میدونم. عزیزم به من چه مربوطه؟ شما چرا یقه منو میگیری؟ شما برو از ایشون بپرس خواننده از این بهتر نبود باش بخونی؟ من که خودم گفتم بیا با داریوش بخون. من که سر آهنگ خلیج فارسی یعنی وطن، سر ترانه شناسنامه، مگه من به ایشون، من به ایشون گفتم گوش دان بزن این شناسنامه ای منو من یا از ابی یا از داریوش دعوت کنم بیام با شما بخونم؟ گفت میخوایی نخونی نخون، برای من کسی رو نیارین وسط، من با اینا نمیخونم. چه کارش بکنم؟ نه. من در لاس وگاس صبر کن، دارم خسته هم میشم و بعد آب بخورم، چای بخورم، میخوام هی منو وقتمون تموم میشه، میپیشونی دیگه منو. هی لاس وگاس که شما شکایت کرده بودی من نمیتونست بخونه. بله آقای ابی عزیز، نیدرلندر. بله نیدرلندر.
آقای عبی عزیز به من تلفن نزدی؟ به من نگفتی میام میخونم پولم نمیخوام پول ارکسترمو بدین؟ فقط بهش بگو دعوت کنه از من تا من بیام بخونم. آقای عبی شما اینو به من نگفتی؟ چرا گفته؟ خبر دارم گفته. چی گفت گوگوش؟ دعوت کنم؟ من از تو چیزی خواستم؟ میخوای بیای بخونی بخون، من دعوت از کسی نمیکنم. آقای داروش عزیز همون لحظه تلفنی با هم حرف زدیم؟ نگفتی من میام کمک میکنم؟ من میفهمم من چوب این ماجرا رو خوردم، از من دعوت کن بیام. چی جواب داد؟ گفت من کسی دعوت نمیکنم، میخوای بیام میخوای نه. چه کار کنم من؟ یعنی علی جان شما فکر میکنی مهرداد اینقدر باهوش نبود که داروشو بیاره تون کنسرت؟ بودم یا نبودم اینقدر باهوش؟ ها؟ بودی. تیز. خودت میدونی. و اگه داروشو میآوردم اصلا یک ماجرای تازه راه میافتاد. نذاش بیاد چه کارش کنم؟ نمیخواست بخونه با اینا. تقصیر من نبود. خودش که نمیخواست نمیتونست بخونه اون شب. ولی اگر اونا میومدن حساب اینو کرده بوده که پس من باید باج بعدی بدم. من نمیدونم چه حسابی کرده. اما اون شب چه اتفاقی افتاد؟ تمام فیلمای اون شب دست منه. تو خوندی؟ من ترانه های ایشونو خوندم روی صحنه. خب؟ با هم میشستیم این فیلمو تماشا میکردیم و اجرای من از ترانه هایی که هرگز تو زندگیم اجرا نکرده بودم. علی جان ببین اشتباه نگیر، من چیرو؟ از صدای تو خودت میدونی من صدای تو رو دوست دارم. مرسی. جنس صدا تو دوست دارم. مرسی. آهنگسازی تو دوست دارم. مرسی. همیشه هم بهت گفتم. مرسی. و اینو خودت میدونی. سوال اینجا مسئله دیگه پیش میاد که نمیخوام دیگه بیشتر از این ادامهش بدم و صحبت شدم. من از تو یه سری سوال کردم به خاطر اینکه مردم این سوال رو تو ذهنشون داشتن. بله من مردم تو ذهنشون بله، داشتن بله، بله، رابطه بله. این دو نفر چی میتونه باشه؟ من رابطه چه... من با ایشون یک رابطه رفاقت خالصانه بله بوده. مردونه رفاقتی پاش ایستادم، هر کاری هم از دستم بر اومد براش کردم. من یکی از افتخارات زندگیم اینه که با گوگوش کار کردم. بسیار. ایشون محبت کرده با من کار کرده. در کارنامه من اسم ایشون مثل یک ستاره بزرگ میدرخشه. من قدر بزرگی ایشون رو میدونم، من قدر محبت ایشون رو میدونم. شاید ایشون میخواسته محبت من رو جبران بکنه با این کارش. ولی علی جان اینا مقصر من نیستم. اگر شما جای مهرداد بودی قبول نمی کردی؟ چرا؟ می کردی دیگه. اگه آقای منصور جای من بود نمی خوند با ایشون؟ چرا؟ صد در صد. آقای شهرام سلطی بود چی میگو؟ میگو نه عزیزم بذار فکر کنم. هر کسی دوست داشت. عزیزم ایشون به عنوان بزرگتر من که همین الانم دیگه هم وقت برنامه شما تمومه، هم هر دو خسته ایم، من خدمت همه ایرانیان عزیز میگم گوگوش بزرگ منه، عزیز منه، عزیز خانواده منه. من اگر گله ای از ایشون دارم گله قلبیه، گله دوستانه است. ایشون انقدر محترم و عزیز هست که حتی حرفای دیگه ای که در موردش زدن و شما و من پرسیدی من گفتم امکان نداره. این گوگوش اون گوگوش نیست. گوگوش یک بانوی محترم، یک هنرمند نازنینه که لطف کرده محبت، همونجور که شهریار قنبری لطف کرده با من کار کرده، همونجور که ایرج جنتی عطایی محبت کرده با من کار کرده. من این شانس رو داشتم که با این عزیزان کار کنم. همونجور که مسعود امینی محبت کرده، همونجور که علیرضا میبودی محبت کرده، محمد صالح‌علا محبت کرده. من از همه‌شون ممنونم، از دوستانی که با هم همکاری کردن، از خانم فروهر، از خانم شهره سلطی، از آقای شهرام سلطی، از همه‌شون، از شهرام شب‌پره، از ستار، از مهستی، از همه‌شون ممنونم. من از اینا چیز یاد گرفتم و اگرم تونستم کاری کردم و خوشحال بودم که با اینا کار می‌کردم. اما این حرفا رو می‌زنم، خب باید بزنم. اگه نزنم تو این دلم می‌مونه. قلبم زخمیه. من به دوستان بدی نکردم، من دوستامو نذاشتم کنار، اونا منو گذاشتن کنار، در با هم هم حرف میزدن، با هم هم رفیق بودن، از من کاری نخواستن که من براشون نکنم. علی رضا تو هم کاری خواستی من برات کردم. هیچ وقت سر خاک مرحوم مهستی یادت نره از من چی خواستی پای تلفن من برای تو کردم. یادت میاد؟ اگه یادت نمیاد بعدم بگم. یادم نمیاد ولی آها یادم اومد.
چرا یادم اومدش؟ دستور پس من اگه کاری بوده کردم، رفاقتم رو انجام دادم. اما چی کار باید میکردم؟ حالا اگه ایشون دشمن داره به من چه مربوطه؟ 5 سال 6 سال منه به خاطر حمایت از ایشون شرط گذاشتیم برای کنسرت گذاره که مهرداد نباشه. دوستای رفیقم از زنگ میزنن 5 نفر 6 نفرن مهرداد حریف نمیشین. شرط میذاشتین این داشت میرفت، این اگه نمیکرد اون رفته بود. حالا رفته بود چه فرقی با حال شما میکرد؟ آخه مردونه است این کار. شما با من نون و نمک خوردین، با اینکه ازتون ممنونم بزرگان نازنینان، ولی این چه کاریه؟ زورتون به من نمیرسه. علی جان منو تو کویر ول کنی با ترانه میام بیرون، نبض گل میدم بیرون. تبریک میگم واسه آهنگای جدیدت. مرسی. یکیشو با هم گوش کردیم، بسیار دلچسب بود، بسیار از جوونا گفتم من ریتم آزادی رو با یک جوون ایران کار کردم، سرباز در ایران. حقوق من و تو مساوی، ولی حقوق من از تو مساوی تره. یه در پیش رومونه، اما ببین یکیمون میتونه ازش بگذره. ورود تو به اینجا آزاد نیست، چون اینجا فقط اسمش آزادیه. تو قانون دیوونه ها زن شدن هنوزم یه جرم خدادادیه. یک جوون سرباز به این زیبایی ترانه نوشته، در ایران هم هست. پس من با بچهای ایران با عشق کار میکنم، به شرطی که این ترانه بنویسن. چرا از لس آنجلس رفتی جان؟ چرا از لس آنجلس؟ بچه‌ها نزدیک بچه‌هام باشن. همسر سابق من تا 2 سال دیگه داره دکتر میشه و داره تو دانشگاه اونجا درس میخونه، بچهای منم اونجان و من بدون بچه‌هام میمیرم. من باید نزدیک بچه هم باشم. مهرزاد و ماهان هر جا باشم من باید اونجا باشم، به این دلیل که دلم میسوزه که من بچه هم و زندگیم رو با هیچی عوض نمی کنم. هر حرفی که در آوردن ناجوان مردانه در آوردن، زنش رو طلاق داده، این کار خیلی خیلی سخت بود. برای اون دخترم سخت بود. با من کار دارین، کار بگیرین، با کار بیان. به قول قنبری میگه با کارد میان، با کار نمیان به جنگت. این که امیدوارم که همه این حرفایی که من زدم خدا نکنه کسی رو دلخور کرده باشم، به جز اون یه نفری که داره این چیزایی که من شنیدم، صدایی که من شنیدم، اون اصلا قابل بخشش نیست. اون 100% خانم گوش یه فکری به حال این زن باید بکنه و ایشونه به سرعت از ماجرای خودش خارج کنه، چون اصلا دیگه داره کارش به جنون میکشه. به جز اون یه نفر، اگر من کسی رو ناراحت کردم، از آقای داریوش، آقای ابی، آقای خانم گوگوش، خانم شهره، اگر من کسی رو ناراحت کردم با حرفا، من معذرت میخوام. اگه طرفدارانشون رو ناراحت کردم، من معذرت میخوام. اینا واقعیتایی بوده که ما باید میگفتیم، حرفایی بوده که باید میزدیم. در مورد علیرضا امیرقاسمی، من ایمان دارم که علیرضا دلش میخواست همکاری بکنه، کار بکنه و بهترین ها رو برای گوش انجام بده، همونطور که انجام داد. اما خب گرفتاری هایی بود که متاسفانه نشد، دست علیرضا نبود. خب امیدوارم که هنرمندان خوب، آرتیستای خوب توسط تو بهتر کارشون به نمایش گذاشته بشه. تو بلدی این کار رو و میدونی چگونه یک آرتیست رو باید پروموت بکنی و اون کار رو برای ایشون هم کردی. میدونه خودشم قدردان تو هست در این مورد، شک نکن. میدونه که تو کارهای خوبی براش انجام دادی. اگه کسی رو ناراحت کردم معذرت میخوام، من قصد ناراحت کردن کسی رو نداشتم. من خاک پای همه هم هستم. اگر موفقیتی هم به دست آوردم به خاطر دعاهای مادرم بوده، چون مادرم همیشه منو دعا میکنه.
خدا پدر مادرتو بیامرزه علی جان. و من خاطره خوبی با همه دوستان و همکارم دارم، خاطره خوبی با تو دارم، خاطره بسیار خوب دارم. مسعود جمالی در سماقو باز میکرد، شل میکرد در سماقو، بعد آقای نوشینفر میخواست بریزه رو قضاش، برگردون همه سماق ریخ. همین چند روز پیش باش همین کار کردن دوباره. کردی دوباره؟ گفت عجب آدمی هست. مجبور شدن قضا آقای نوشینفر رو عوض کنن. شما هم که تا تقی به توقی میخوره سعید نوشینفر رو اذیت میکنی. از سعید نوشینفر خیلی ممنونم، از محبتاش که واقعا زحمت زیادی برای من کشید. همسر نازنینش افسانه جان برای من زحمت زیادی کشید. از همه عزیزانی که این فرصت کار رو به من دادن که من باشون کار کنم ممنونم. از آقای مرتضی فرزانه ممنونم، فامیل خوبم، عزیزم. هر جدی حرفایی بود که باید تو این سالو میزدیم و نزدیم، حالا با علیرضا امیر قاسمی زدم. دلم میخواست با امیر قاسمی بزنم. هر کی خوشحال خوشحال باشه، هر کی هم ناراحت آب سرد میل کنه. بازم چاکریم. بازم شما تشکر میکنم که میدونم طی این چندین سال همه دوستان دوست داشتن با تو گفتگو کنن. خواهش میکنم. و این صحبت ها هم غیر از تو کسی دیگه نمیتونست درباره شون حرف بزنه. خواهش میکنم. با غیر از شما هم من فکر میکنم با کسی دیگه میشد این حرفا رو زد. اینکه تاریخچه‌ای میدونستی و لازم بود که این حرفا رو بزنی. مرسی ازت. تشکر میکنم ازت. امیدوار هستم که مهداد دوباره این واسه هر کسی پیش میاد، هر کدوم از ماها، هر کسی که آرتیسته یه ضربه احساسی وقتی میخوره یه مقداری سکوت میکنه. امیدوار هستم که مهداد رو بازگشتی که هست یا دوباره در جامعه هنری ما باشه، ظهور کنه دوباره، بدرخشه. و جزو یک کسایی هستی که در کار موسیقیت با صدات و کارهایی که انجام دادی برای هر کدوم از بچه ها براشون خوب بوده. امیدوارم که آهنگای زیادی از تو توسط بقیه بچه ها و صدای خودت بشنوه. مرسی علی جان، منم از شما ممنونم. من ساکت مجبور بودم ساکت باشم، ولی آلبوم طعم رویا شبیه هیچ کس دو تا آلبوم منتشر کردم و افتخار همکاری با ایرج جنتی عطایری داشتم. آرزوم بود ترانه هاشو بخونم و یک ترانه ریتم آزادی با سینای عزیز و آقای آرگامو که اینجا کار تنظیم میکنن کردم و نبض گل که آخرین کار منه با شهریار قنبری عزیز و آقای آرگامو که اینجا در لس آنجلس هستن تنظیم کردن. من کار خودمو کردم، من کارهایی که باید میکردم از خونه کردم. بیرون نیومدم، از خونه بیرون نیومدم. منتظریم از خونه بیرون میام. بیشتر میام. خواد باز شده بیشتر میام. اگه دوباره از این غذای خوشمزه بدیم بازم ممنونم ازت. قربونت برم. خیلی متشکرم. مرسی. خب امیدواریم که لذت برده باشید. تا وقتی دیگر، برنامه دیگر. خدا نگهدار.